صبح زیبا و قشنگ همه شما بیننده های عزیز ما باز هم بخیر باشه ادامه برنامه را شما عزیزا از شبکه های آریانا و آریانا نیوز بیننده هستین و شنونده ما در رادیو 5 آریانا ام گزارش جالب از حفیظ جان بود که از سطح شهر کابل تقدیم ما شما کرد خدا کن لذت برده باشین و در این لحظات برنامه مهمان دارسته و مهمان ما هم همکار خوب ما سیرجان احمدیار هستند که باسم یکی دیگر از درس های جدید رسامی را با ما شما شریک می سازند در درس های گذاشته هم روی مسائل مختلف برای ما شما آموزش های را داشتند که در رابطه به طبیعت انواع مختلف سنگ هایی که ما در طبیعت می بینیم و همچنین مختلف و خصوص خانه های قدیمی که در شهر کابل تا هنوز وجود دارد ولی ببینیم که امروز چه موضوع تازه است که با ما شما شریک می سازند سیرجان سلام و صحبت بخیر بسیار خوش آمدی به صحب و زندگی سلام و صبح بخیر خدمت شما رستم جان و تمام دوستایی که بیننده ما هستند سلامت باشی صبح برفی را چطور آغاز کردی خوب روز خوب بود برواری بود با وجود که کم کم میبرید ولی خوب روز بود بسیار خوب حتما دیگه خود تامن. تو قدم زده قدم زده اومدی و بعض جاها را متوجه شدی که کجا تصویر قشنگ داره که باز در یکی از برنامه همراه ما و بیننده عزیز شریک بسازی تصویرش بله دقیقا من معمولا هم تو قدم زده میایم و بیشتر به مناظر و طبیعت بیشتر م -م. فوکس و تمرکز میکنم بسیار خوب واقعا هم قدم زدن هم لذت داره در روزهای برفی چون خاک و گرد نیست هوا نیست خوب است که از این فرصت استفاده بکنیم خب سیار جان خوشحال هستیم که بازم خودت امروز در برنامه با خود داریم قبل از همه بر ما بگو که امروز در بخش رسامی چه درس نو است که همراه ما و و شریک می‌سوزی امروز طبق از که من قبلا هم گفتم هفته گذشته گفتم یک منظره خارجی کار میکنم یک طبیعت خارجی کار میکنم و معمولا روی کو کار میکنم یعنی امروز روز بسیار. که من سنگ ها را کار کردم شما یادآور شدین که اگر کلا کو باشه یعنی سنگ باشه ما چیگونه کار میکنیم ما میخوایم هم طبیعت خارجی باشه هم کو باشه تماما سنگ ها باشه بسیار. که چیگونه ما میتونیم با پنسل و با یک رنگ یا دو رنگ که سفید و سیاه است سنگ ها و کو، یک منطقی کوستانی را کار کنیم ما کار را آغاز میکنم طبق معمول کمپوزیشن خود در نظر میگیریم ما از قسمت بالای صفحه شروع میکنیم اول می بعد میایم روی سایه روشن ها ما در نخواست اسکیج خود را آغاز می کنیم قسمت های پایین بسیار خوب سیار جان نگفتی که چطور ای بار تصمیم گرفتی که یک منظره تر و منظره خارجی باشه رسم شده برنامه انجام چون ما در تمام جلسات روی طبیعت افغانی کار کردیم روی منطقه مناطق افغانی کار کردیم خواستم از طبیعت خارجی هم کار کنم چون تفاوت داره یک تفاوت عمده داره مثلا منظره و کوه ها و طبیعت خارجی تا طبیعت افغانی بسیار زیاد فرق میکنه بله کدامش باز ساده تر است سیر جان فرق نمیکنه وقتی که ما بیشتر کار کنیم باز هر دور هستن بر ما ساده می باشه چیو طبیعت چیو طبیعت مهم. بر اسام دیگه سخت و مشکل نداره ندارن مشکل نداره ولی دقیقه نمی است که تمرین بیشتر داشته باشن برشان مشکل نیست خیلی خوب ما در آه... طبیعت خارجی بیشتر زمان کار میکنیم این قسم خانه ها و کوتی ها رو بیشتر میبینیم بیشتر و بیشتر رویش کار میکنیم خودم هم به کدام جای سفر کردی یا اون منظریش در ذهنت هست یا ای که تصاویر مختلف که ما در بیشتر در اینترنت میبینیم از او تصویرها خودت بهترین انتخاب خواب کردی و امروز خواستی رسم بکشی نه خیر متاسفانه ما تا به کشورهای بیرونی سفر نداشتیم ولی همین تصاویری که ما بیشتر در اینترنت و در فیلم ها میبینیم و در اکسایش ها بیشتر در خاطر ما در ذهن ما میمونه و روش کار میکنیم بسیار خوب ما از قسمت بالا بعد از اینکه ما تمام شد سایه روشن ما را آغاز میکنیم از قسمت های بالا کدام قسمت تاریک است کدام قسمت روشن است فقط خیلی خوب کار رویش آغاز میکنیم تا هنوز دیگه معلوم نیست که این قسمت های بالایی چی هست در بله، حقیقت بله. او دیگه به خود رسام معلوم دارد از ذهن که... خودش میباشه پرداز میشه و جزیاتش بیشتر ارائه میشه باز واضح میشه رسمو بله و سیار جان نگفتی که کدام فصل است که خود رسامی میکنی زمستان است، تابستان است؟ این فصل بهار است منطقه کوهستانی است، درخت و سبزه و گیاه و گل نداریم فقط کوهستانی است کلن درجه حرارت ها متعدل دقیق و ما کوههایی که دور است قسمتا دور است خیرتر کار میکنیم سایه روشن چه ضعیفتر کار میکنیم به خاطر که باز هم اون پرسپکتیو رنگی را مد نظر داشته باشیم و قسمت هایی که نزدیک است تیرتر و روشتر کار میکنیم بسیار خوب و ببینید که چندین کو ما کار میکنیم یعنی یک کو در مقابل دیگه کو و بعد در مقابلش یک کوه دیگه است و همین قسم باید ما درجه رنگی را بسیار زیاد در قسمت مد نظر بگیریم تا معلوم شود کدام کوه نزدیکتر است و کدام کوه فاصله کلن دورتر می کوه هایی که نزدیکتر هستند دیگر رنگ تاریکتر استفاده می درست و هرقدر که تصویر دورتر شده میره با و اندازه از رنگ ها کمتر استفاده میشه و خیره باید کار شود دقیقا نمی قسم است و ما هم درجه رنگی را باید مد بگیریم درجه به با درجه باید تیره و خیرگیشه کار کنیم بسیار خوب یعنی او کوی که دور دور است باید خیره تر نسبت به تمام کوه خیره باشه و ضعیف باشه رنگش و او کوی که در وسط است میانه است او تیزتر و, و کوهی که نزدیک است او دیگر درجه تیرگیش بیشتر و بیشتر میشه بسیار عالی و سیار جان چقدر خوب است که ما در همچو منظره های طبیعی بعض وقتا با دوستا باشیم با خانواده باشیم و کلا نمو خستگی های ما تشویش های ما رفع میشه بعض وقتا ما طبیعت فراموش میکنیم که حس آرامش بر انسان میتن دقیقا طبیعت و منظره بسیار زیاد بر رفع خستگی ما مهم است و زمان خوصا کسانی که کلا هفته در کار مشغول استن و مصروف استن باید یک روز افترم مختص کنن برای زی که برند در طبیعت و مرف خستگی یک هفته شان را بله برطرف کنند بله دیدن تصاویرش که قدر حس خوب بر انسان میتده گه در اون موقعیت کنم قرار بگیره طبعا که حس عالی کاملا نمو یک هفته خستگی شان کاملا مرفوع میشه بله و حتی ما زمانی که ساختمان درو بخاری هست دیگه بله حتی ما زمانی که رسامیش کار میکنیم مثلا از طبیعت های مختلف ما رسامی میکشیم اسکیچ میکنیم امو خستگی های ما رفه میشه یعنی ما کل خود را کاملا در اموج حس میکنیم واقعا خانگه کم آستاستا مقبولتر شده میره و امو به اصطلاح چهره اصلی خودم میکشه مم. ما هر قدر جزئیات کار کنیم هر قدر دیتل بتیم و هر قدر به تصاویر حقیقیش بیشتر دیده باشیم تا بتانیم هموقدر حقیقی تر و ریال تر کار کنیم تصویر ما زیبا تر میشه ب و در کشور ما افغانستان هم سیار بعضا خانواده ها که از لحاظ اقتصادی وضعیتشان خوب هست و در وضعیت خوب اقتصادی قرار دارن بعض خانه ها را در ساحات طبیعی مار کردن به خودشان که بعض وقتا با فامیل یا با دوستا به خاطر گذراندن وقتشان در طبیعت از اونجا استفاده میکنن دقیقا بعض ها در مناطق مختلف مثلا در کابل ما داریم در مناطق پغمان قرغه بعض خانه ها هستند که دوستان اموجا ایمار کردند و به خاطر رفع خستگیشان در طول هفته باز میرن سیاحت و چکر میزنن و رفع خستگیشان میشه <applause> ما قسمه گفتم ای کوک است نزدیک تر است کو دور تر است کو است و کو نزدیک نزدیک است ما باید کو را بسیار زیاد تیره کار کنیم و سنگ هایش را برجسته کار کنیم تا معلوم شوه که ای کو بر ما نزدیک است بسیار خوب این خانه در سر کو از دیگه سیار جان بله در یکی از بلندترین نقطای کو این خانه قرار داره آها. که من نماد زیبایی امی رسم ما را زیبا کرده بسیار خوب بعضن کشورهای پیش رفته باز رستوران ها یا هم بعض هتل ها را ایمار میکنن در مناطق طبیعی بخصوص در قسمت های بلندی کو و از کیبل کار استفاده میکنن دیگه باز مردم انتقال میدن اونجا و پول میگیرن و واقعا جالب هم از. و شاید هم, هم یک رستوران باشه طبق که ما اینجا یک لوحگک داره شاید هم, هم یک کلبگک یا که, که بسیار مقبوله که در قله ازیکو ایمار شده مهم. ما هم همچون مناطق زیاد داریم در افغانستان حتی در شهر کابل ولی اگر کمک دگام کار شوه و بالایش به خصوص طرف پخمان و خرغه شاید از زی منظره کرده هم قشنگتر و زیباتر شود دقیقا اگر ما سرمایه گذاری کنند تجارای ما رویش ما بسیار مناطق زیبا و خوب داریم و هم ابرها بله قسمت به خاطر که فضای ما خالی نمونه ما فضای مثبت منفی داریم همیشه در رسامی که فضای منفی هم قسمت های خالی را ما فضای منفی میگیم بله. و فضای مثبت قسمت که ما رسم خود کار میکنیم فضای مثبت میباشه ما باید تیره بسیار زیاد مد نظر بگیریم که فضای منفی و قدر زیاد نشه که چشم بیننده را خسته بسازه آها سیار جان باز فضای منفی و مثبت مثلا چطور تفکیک کنیم از هم که مثلا کدام قسمت از رسم ما مربوط فضای منفی میشه و اوجه کمتر باید کار شد ما میشه در کمپوزیشن خود فضاهایی که خالی است مثلا آسمان بیشتر فضای منفی میباشم و قسمت های پایین که بیشتر روش کار میکنیم طبیعت و درخت ها میباشه اونا فضای مثبت میباشه یعنی جایی که زیاد جزیات ضرورت نداره که او کار شو. فضای منفی گفته فضای منفی می می باشه و ما فضای منفی ضرورت داریم در یک کمپوزیشن هیچ وقت ما نمیتونیم کلا مثبت کار کنیم فضای مثبت باشه و اگر کلا فضای مثبت باشه باز چشم خسته کن میشه برای بیننده بسیار زیاد خسته کن میشه و چشمش خسته میشه به خاطر آه. فضای مثبت منفی ما ضرورت داریم در کمپوزیشن های خود که هم از فضای مثبت و هم از فضای منفی استفاده کنیم مثل ترکیبندی رنگ ها که همیشه در کنار رنگ روشن رنگ تاریک اگر باشه مقبول تر معلوم میشه دقیقا ما در ترکیبندی رنگ ها می قسم که رنگ های گرم و سرد داریم که در مقابل رنگ زرد مثلا رنگ بنفش این دو رنگ متضاد رنگ یک دیگر است ما که در یک جای بنفش کار میکنیم باید وزن دارم که چقدر ما بنفش کار میکنیم یا در مقابلش هم قدر رنگ زرد هم استفاده کنیم تا مو چشم ما بیشتر خسته نشه و ما اگر رنگ بنفش داریم در مقابلش تضادش رنگ زرد هم داشته باشیم بسیار خوب <applause> و راست ما من قسم ما است به پایان میرسه یک کمپوزیشن پوزیشن ما تمام میشه و واقعا بسیار مقبول شد بسیار زیبا سنگی, سنگی کار کردیم کلا کوه است ما در طبیعت های بیشتر روی درخت ها کار کرده بودیم بلی بلی. ولی در طبیعت خواستیم کلا از کوه ها و سنگ ها کار <تصفح> کنیم <تصفح> واقعا تصویر بسیار زیبا را در نهایت ما بدست آوردیم از رسامی که خودت امروز انجام دادی سیار و شنونده های عزیز ما که صدای ما را تا حال از طریق رادیو 93.5 شارعه 5 آریان شنونده بودن شما میتونین که این بخش برنامه را به صورت تصویری هم از طریق چینل یوتیوب شبکه جهانی آریانا تماشا بکنین کافی است که سر بزنین به چینل یوتیوب آریانا سابسکرایب بکنین و لایک و کامنت فراموش نکنین و سیار جان بسیار تشکر میکنم از خودت که باز هم یک درس بسیار عالی و جذاب بود که با ما و بیننده عزیز شریک کردی و امیدوارستم که در هفته آینده باز هم از این درس ها بیشتر داشته باشیم تشکر رستم جان کوشش میکنیم هفته آینده ما روی ها کار کنیم روی فیگور ها کار کنیم بیشتر که در طبیعت فیگور ها استفاده میشه ما بیشتر روی ازو تمرکز میکنیم کار میکنیم بسیار عالی هفته آینده بخیر منتظر خودت هسته تشکر وقت است. خوش برات از شما هم قلبان تشکر هموطنان عزیز که تا این لحظه با صبح و زندگی هستین فراموش نکنین تا لحظات بعد مهمان بسیار عزیز با ما خواد بودن استاد محترم وحاب قاطع مربی زندگی هستن و در رابطه به علت و عوامل خشونت های خانوادگی صحبت هایشان با ما شما شریک می سازن. قبل از همه وقفه و دوباره برمیگردیم.